کریستیانو رونالدو با همکاری برند ساعت سازی مشهور از دو مجموعه منصر به فرد ساعت‌های خود رو نمایی کرد. زلاتان ویچ با انتشار عکسی در اینستاگرام اعلام کرد که از ناحیه سر دچار مصدومیت شده است. در شستمین دوره مصر المپیا سیمسون داوودا موفق شد مقام نخست را از آن خود کند و نام خود را در تاریخ این رویداد بزرگ حک کند. لو اصطلاف ای مخالف ترک اردوی تیم ملی اسپانیا توسط لامین بود و قصد داشت او را همچنان حفظ کند در بارسلونا از کادر فنی تیم ملی اسپانیا به خاطر دعوت کردن لامین و سپس مصونیت او عصبانی هستند و مورد کلیان امباپه را مثال میزنند در ریال مادرید تردید ندارند که بهترین گزینه جانشینی برای لوکا مودریچ فلورین ویرتیس ستاره لیورکوزن است طبق گزارش سایت ترانسفر مارکت 15 میلیون یورو از ارزش خولین آلوارز خرید بزرگ اتلتیکو مادرید کم شده و از این حیث شماره یک لالیگا شده است مدیران آرسنال به هیچ وجه نگران علاقه یا تلاش ریال مادرید به جذب ویلیام سالیبا نیستند کریستیانو رونالدو با همکاری با برند ساعت سازی جیکوب انکو از مجموعه جدید ساعت های خود با نام های پرواز سیار سیون و قلب سیار رونمایی رو نمایی کرد این ساعت ها با الهام از لحظات ماندگار رونالدو در زمین فوتبال تراحی شده هند و به نوع نماد از کارنامه درخشان او در عرصه فوتبال به حساب می آیند رونالدو در صفحه شخصی خود در ایکس اعلام کرد همیشه آرزو داشتم که یک مجموعه ساعت برای خودم داشته باشم ساعت های جیکو پرواز سیار سیون و خلب سیار سیون از برخ از خواسترین لحظات من در زمین فوتبال الهام گرفتند امیدوارم شما هم به اندازه من از آن خوشتان بیاید مجموعه ساعت های جیکوب اند کو به عنوان یک برند لوکس شناخته میشود و طراحی منحصر به فرد آن همواره مورد توجه علاقهمندان به ساعت لوکس قرار گرفته است رونالدو در حال از این ساعت ها نمایی کرده که نمونه از آن در مارچ 2023 در رسانه منتشر شده بود انتظار میرود این مجموعه ساعت ها به سرعت مورد استقبال قرار گیرد و به یکی از محبوب ترین محصولات رونالدو تبدیل شود تنها 999 قطع از این مجموعه محدود تولید شده که آنها را برای دوستداران ساعت و هواداران رونالدو در سرتاسر جهان جذاب با این حال این ساعت ها قیمت ارزان ندارند و قیمت آنها از 29 هزار تا 160 هزار دلار متغیر است. زلاتان ابراهیموویچ سال گذشته از فوتبال عرفه ای کنارگیری کرد اما هنوز هم در حال تجربه کردن چالش های مختلف است این استوره سیویدی 43 سی ساله روز یکشنبه با افتخار آثار زخم های اخیر خود را به نمایش گذاشت و عکس از بریدگی و اشتناک روی سرش به بخیه کردن این بریدگی را در اینستاگرام منتشر کرد ولی هنوز مشخص نیست که چطور دچار این آسیب دیدگی شده است زلاتان زیر این ها نوشت بخش از بازی و شاید توضیح آن به این معنا باشد که در زمین فوتبال دچار حادثه شده است هواداران برای روحیه دادن به زلاتان به سبک خودش با او شوخی کردن و نوشتند زلاتان آسیب نمی بیند آسیب ها زلاتان را می بینند کاربر دیگر نوشت آسیب دیدگی به دکتر رفت تا سطح زلاتان را بررسی کند و یکی دیگر از کاربران اضافه کرد زلاتان بخیه نمی خورد بخیه ها به زلاتان می خورند. مسابقات مصر المپیاد در سال 2024 با حضور برجسته ترین بدنسازان مرد و زن جهان به صحنه بین بازگشت. این رقابت ها که به عنوان مهمترین مسابقه بدنسازی در جهان شناخته می شود، در مرکز همایش های لاس برگزار شد و بدنسازان برجسته از سراسر جهان در آن شرکت کردند تا در دسته های مختلف به دنبال کسب و عنوان قهرمانی باشند. سیمسون داویدا بدنساز نیجریایی بریتانیایی موفق شد عنوان قهرمانی مصر المپیای 2024 را کسب کند و جایزه نقدی به سابقه 600 هزار دلار را از خود کند علاوه بر داویدا کریس بامستد از کانادا نیز برای ششمین سال پای پی قهرمان دست فیزیک کلاسیک شد و با تسلط بر این رشته ادامه داد سیمسون داویدا کیست سمسون داویدا متولد 11 مارچ 1992 در لاگوس نایجیریا یکی از ستارگان درخشان دنیای بدنسازی است که نماینده بریتانیا در مسابقات مصر المپیای 2024 بود او در دوران نوجوانی به بریتانیا مهاجرت کرد و ابتدا به ورزش راگبی پرداخت ورود او به دنیای بدنسازی به واسطه تشویق همتیمی هایش در راگبی و مالک باشگاهش به نام کریس جونز بود تماشای مسابقات مصر المپیای 2013 و الهام گرفتن از فیل هیس باعث شد که داویدا تصمیم بگیرد تا به طور جدی به بدنسازی روی بیاورد او در سال 2014 اولین مسابقه بدنسازی خود را تجربه کرد و مسیر ارفعی در سال 2017 با کسب کارت ارفعی IFBB پرو پس از پیروزی در مسابقات IFBB اوماتور دایموند کپ روم به طور چشمگیری تغییر کرد. در سال 2021 او اولین پیروزی ارفعی خود را در مسابقات ایولز پراگو پرو کسب کرد که باید شد برای مسابقات مصر اولمپیای 2022 واجد شرایط شود در مصر المپیای 2023 او موفق شد مقام سوم را به دست آورد و در سال 2024 با عملکرد بی‌نظیرش و با پشت سر گذاشتن هادی چوپان و دریک لانسفورد به قهرمانی رسید و همچنین عنوان قهرمانی مردمی را نیز به خود اختصاص داد. داویدا با این پیروزی به اولین بدنساز نیجریایی تبدیل شد که توانسته این عنوان مهم را کسب کند. مستر اولمپیا به عنوان بزرگترین مسابقه بدنسازی جهان شناخته می شود و برندگان این رقابت ها نام خود را در تاریخ جاودانه می کند. با پنج برنده در شش سال گذشته هیجان مسابقات مصر اولمپیا 2024 بیش از هر زمان دیگری بود. این دوره از مسابقات شست تومین سالگرد مصر اولمپیا بود و برنده مسابقه علاوه بر جایزه نقدی تندیس سندو که به علاوه 24 ایار تلاکاری شده بود را نیز دریافت کرد. یامال این فصل به یکی از بازیکنان محبوب هانسی فلیک در بارسلونا تبدیل شده و دقایق زیاد را در ترکیب این تیم به میدان رفته و همین موضوع باعث شد که نگرانی ها درباره مصونیتش افزایش پیدا کند و حتی این باشگاه پیش از وقفه دیدارهای ملی ماه اکتبر از تیم ملی اسپانیا خواسته بود که به او استراحت بدهد اما این درخواست با موافقت فدراسیون فوتبال این کشور و همچنین سرمربی تیم ملی اسپانیا و همراه نشد و این بازیکن در جریان دیدار برابر تیم ملی دنمارک در چارچوب رقابت های جام ملت های اروپای 2024 به میدان رفت و در لحظات پایانی به دلیل خطایی که روی او انجام شد و احساس دردی که داشت زمین بازی را ترک کرد تا نگرانی درباره مسئولیت او افزایش پیدا کند این اتفاق در نهایت باعث شد که اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کند و به شهر بارسلونا برگردد و هنوز مشخص نیست که آیا این مسئولیت به حد جدی است که جزا ندهد او در بازی هفته آینده برابر سویا تیمش را همراهی کند یا خیر اما کادناصر ادعای جالب را درباره تلاش دولا فوینته برای حفظ او منتشر کرده است گفته می شود سرمربی تیم ملی اسپانیا به هیچ وجه موافق جدای این بازیکن از اردوی ای این تیم نبود و قصد داشت در صورت که آزمایشات نشان دهد که مسئولیت یامال جدی نیست او را با وجود احساس درد و ناراحتی در اردو حفظ کند اما در نهایت تسلیم فشارها شد و اجازه خروج او را صادر کرد یامال امروز تحت نظر کادر پزشکی بارسا قرار خواهد گرفت تا شرایطش مشخص شود بارسلونا عصبانی است و شاید حق با آنها نیز باشد ماجرای یامال در تضاد کامل با مورد امباپی است که در آن ستاره ریال مادید در حالی که مصدوم نبود بعد از توافق با کادر فنی فرانسه دعوت نشد او مصدومیتی از قبل داشت که بهبود یافته بود ولی فرانسه نمیخواست هیچ ریسکی کند و منافع بازیکن و باشگاهش را مقدم دانست چیزی که درباره یامال و اسپانیا دیده نشد حتی فراتر از آن وقت تصاویر از امباپی در یک کلب شبانه در سوید منتشر شد دشان از او دفاع کرد هرچند هواداران فرانسوی از او عصبانی بودند برای بارسا البته که این یک تضاد بیرحمانه است لامین در بازی ملی آسیب دیده و این با پدر تعطیلات است و بهتر از همه اظهارات دلافوینته که از دعوت کردن یامال دفاع کرد و گفت بازی های ملی فقط سه چهار درصد تقویم فوتبالی را اشغال می کند و او حق داشته با یامال 90 دقیقه بازی بدهد بارسا یک تقویم شلوغ با بازی های سخت مقابل بایر با مونیخ و ریال مادید پیش رو دارد و حالا شاید مجبور شود بدون یامال مصوم با این چالش ها روبرو شود درست برخلاف ریال که با را سر حالتر در اختیار خواهد داشت چند روز پیش ترانسفر مارکت رود به بندی جدید بازیکنان حرفه فوتبال را اعلام کرد آخرین بازار نقل انتقالات و شروع فصل باعث تغییرات در ارزش برخ از بازیکنان شده است لیست از بازیکنان لالیگا که بیش از همه ارزششان کاهش یافته منتشر شده است که در میان آنها دو خرید جدید از اتلتیکو مادید و چشم می خورند. در رتبه اول خولین آلوارز قرار دارد این مهاجم آرژانتینی 15 میلیون کاهش قیمت داشته است از 90 میلیون یورو به 75 میلیون یورو رقم قابل توجه که به ارتباط با شروع بد او در تیم جدیدش نیست ستاره آرژانتینی با انتقال از منچستر سیتی به اتلتیکو ارزش قابل توجهی را از دست داده است علاوه بر این شروع فصل او میتوانست بهتر باشد ولی در اتلتیکو خیلی راحت به نظر نمی رسد در لیست ده بازیکنی که در ابتدای فصل بیش از همه افت ارزش داشتهاند کلیمنت لنگلی هم ظاهر می شود ارزش مدافع فرانسوی 5 میلیون کاهش یافته از ده میلیون یورو به 5 میلیون یورو رسیده است بین خولین آلوارز و به ششم لینگلی چهار بازیکن بارسا قرار دارد فرانک دیونگ و کریستنسن 10 میلیون یورو کاهش قیمت داشتند و اکنون به ترتیب 60 و 30 میلیون یورو ارزش دارند در حالی که ارزش آن فاتی با 10 میلیون یورو افت به 15 میلیون یورو رسیده است ترشگر نیز به دلیل مصومیتش 8 میلیون یورو کاهش قیمت داشته و 20 میلیون یورو ارزش گذاری شده است سالیبا یکی از مهره های کلیدی آرسنال در خط دفاعی این تیم در دو فصل اخیر بوده و توانسته است به یکی از مهره های قابل اطمینان مایکل آرتتا تبدیل شود و همین باعث شده است که عملکرد خوب و مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار بگیرد و شایعات در این باره منتشر شود چند روز قبل بود که نشریه فرانسوی لیتن اسپورت خبر داد که ریال مادی در علاقه زیاد به جذب این بازیکن دارد و او تبدیل به یکی از اولویت های اصلی این باشگاه در پنجره نقل انتقالات تابستانی سال آینده شده و آنها مصمم هستند که تمام تلاششان را برای به خدمت گرفتن او به کار بگیرند و به زودی مذاکرات با نماینده او را آغاز خواهند کرد سالیبا تا تابستان سال 2027 به با باشگاه آرسنال قرار داد دارد و حالا اکسپرس مدعی شده است که سران این باشگاه به با هیچ وجه تمایل برای فروش او به ریال مادید ندارند و نگران علاقه این باشگاه به با این ستاره فرانسوی نیستند چون اطمینان دارند که او همچنان به حضور در باشگاه امارات ادامه خواهد داد آرسنال بارها علنا اعلام کرده است که هیچ تصمیم برای فروش این بازیکن ندارد و هر پیشنهادی که شود هم با پاسخ منفی آنها روبرو خواهد شد اگر تصمیم ریال مادید برای به گرفتن این بازیکن جدی باشد با نظر می رسد که سران این باشگاه کار بسیار سخت را برای جذب سالیبا در پیش خواهند داشت این یک انتقال فوری نیست اما یک اولویت است نام ویرز مدت است که با حروف بزرگ و با رنگ در فهرست خرید ریال مادید مشخص شده است و علاقه به او در حال افزایش است از زمانی که او کاپیتان تیم زیر 17 سال آلمان بود و در سن 17 سال 15 روز در بوندسلیگا حضور داشت تحت نظارت ریال مادید قرار داشت و در باشگاه مادریدی تصور می شود که ستاره با لیورکوزن جایگزینی ایدئال برای لوکو مودریچ خواهد بود انتظار می رود او امسال آخرین فصل حضور در لیورکوزن را داشته باشد شیوه کار فلورنتینو پرز در انتقال های بزرگ به خوبی شناخته شده است و ریال مادرید قدم های اول را برای جذب ویرس به خوبی برداشته است خوزه آنخل سانچز مدیر عامل و جونی کالافات مدیر انتقالات با همان روزداری و پنهانکاری مثل همیشه مذاکرات با بازیکن و پدرش و ایجنتش هانس یواکیم را شروع کردند و آنها به خوبی از پروژه کریال مادید برای بازیکن در نظر دارند آگاهند قرارداد شمارده قهرمان فیلی آلمان در سال 2027 به پایان می رسد و مدیر عامل لیورکوزن اعلام کرده است که ویرز با مبلغ کمتر از 150 میلیون 20 میلیون یورو بیشتر از ارزش اش این تیم را ترک نخواهد کرد اما مادریدی ها و بقیه باشگاه ها علاقه بدانند که با نزدیک شدن به تاریخ پایان قرارداد از زمان به نفع آنها خواهد بود. پنج سال است که ویرز وارد رادار باشگاه های بزرگ اروپایی شده است. یک کودک عجوبه از زمانی که به آکادمی جوانان کلین رسید و در سن هفت سالگی مراحل پیشرفت را با همان سرعتی که حالا رقبای خود را پشت سر گذارد طی کرد. در 17 سال و یک ماهگی او یک گل مقابل بایر مونیخ به ثمر رساند در 18 سالگی برای اولین بار در تیم بزرگسالان کشورش بازی کرد و در سن 21 سالگی با زدن 11 گل و ارسال 12 پاس گل در بوندسلیگا بهترین بازیکن فصل شد ریال به خوبی میداند قرار است روی چه بازیکن سرمایه گذاری کند و درست یک سال بعد از جدایی استوری آلمانی تونیکروس کروس قصد دارد یک آلمانی دیگر را جذب کند و برای یک دهه و حتی بیشتر از استعداد او نهایت استفاده را ببرد سپاسگزارم از امراهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید.